تک ماکارون شما را به تماشای این برنامه دعوت می نماید. زودتر من رسیدین ها. سلام علیکم و چکرم سایی جو خوبی سلامتی مخلصم راست جو. آقا من همیشه همین سوپر خرید میکنم، سوپر آقای کمالی. بعد ما یه 10-15 سال اکباتانیم اینجا زندگی میکنیم، بعد الان اومدم خرید شام ایرانی رو اینجا انجام بدم. 15 سال پیش من انقدر بودم، سعید انقدر بود، خیلی کوچیک بودیم. من مثلا این پایین خرید میگه صدا میکردم، سعید هم پشت می اومد این برم گفت چی میخوایم مثلا اینجوری. بعد الان میخوام خرید کنم در خدمتی. فیلم خودم فیلم 20 ستاره. لوبیای ریز برای برنجم من این لوبیای ریز میخوام، چون پلو شیرازی میخوام درست کنم. این هم یه ادویه پلویی. دستو داره شیرازی؟ البته دستو داره. خیلی خوب. با قدر ماست اینقدر مغازتون خلوت شد؟ آب پرتقال هم بگم نمیخوریم. چه خبره؟ مگه چی میدن ما بخوریم؟ مگه اینا چی دادن ما بخوریم؟ برای مثلا بزرش آب پرتقال و فلان. ببین گوجه و خیار رو من اینا رو میرم خودم برمیدارم اونجا. میرم خیاره، چون من سالاد شیرازی هم میخوام درست کنم. این لیموه ترش و شیرین قاطی گوشتم و فقط روی حساب کتابش ببین غلط نشه. میرم در اصل به اندازه که میخوام خرید میکنم، به تعدادشون میگیرم که دیگه بیشتر از اون مثلا اسراف نشه بمونه اونجا. ما هم که میوه خور نیستیم. الان اینا رو جمع میکنم میرم خونه. خلاص خواهد جلسه. بایزتون من باید این بریشم. دست درنم اون جبرم محبت کن، اون پشتیه. من صبونه اینا با شیر میزنم. خب بذار پلو شیرازی با ماهیچه. این غذایی که من میخوام برای بچه ها تهیه کنم. ببینیم من الان این لوبیا چشم بلبلی رو گشتم خیس بخوره. برنجم رو گشتم خیس بخوره. گوشت رو اینجا گشتم توی آب، یعنی ماهیچه رو گشتم توی آب که یه خور خونش بره، یه خور تمیز بشه. که حالا آب میکشم و
خوردش میکنم. الان ابتدا برای پختن گوشت یه دو تا پیاز میشورم. همینجوری که میبینی خیلی ساده. کاری نداره. یعنی من برام بر من کاری نداره. پیازو ببینید اینجوری خورد میکنم. اکثرا موقعی که پیاز خورد میکنن گریه میکنن ولی من میخندم. این خیلی ساده. من خیلی عالی با چاقو کار میکنم. این خیلی ساده. ببین دقت داشته باشیم پیاز باید خورد بشه. من که میخوام یه خورده تفتش بدیم مزه گوشت رو، یعنی در از اون بوی گوشت رو بگیره. قسمت هایی از دستکش همطور که میبینین داخل این پیاز رفت و انگشتم زد بیرون. حالا باید قسمت هایی از دستکش رو پیدا کنیم که یه موقع بچه ها دستکش نخورن. اینا پیداش کردم. این قسمت شست بود. آره این هاشش. این قسمتی از دستکش بود. باز پیداش کنم. آره این تو نیست. نه خب پیازو خورد میکنم میزم داخلش. این همینه قسمتی از دستکش. بعد بقیه پیازو برای اینکه چیز نشه، باز اسراف نشه، باز دوباره با خورد کن. خورد میکنم اینجوری. ببینین خورد کردن پیاز خیلی باید به صورت چیز باشه، یعنی خیلی نباید خورد شد دیگه، خیلی چیز نکنین شما. این هم دیگه خورد. چون میخوایی تفتش بدین دیگه، حالا دیگه خیلی هم چیز نیست که دو سوخت چشا. اینو ما میزم اینجا و اینو میزم رو گاز. سلام، ما الان اینجا وسط یکی از شلوغ‌ترین قسمت‌های تهرانیم، بغل اتوبان عین خودت، اون کسی که امشب قراره بریم خونه شیم. خیلی پرحجم همه چی. دیشب بچه ها خونه من بودن، نمیدونم حالا امتیازاشون چی شد، چه امتیازایی دادن، ولی من خودم شخصا دوست دارم که مهران برنده شه، فقط به خاطر اینکه خیلی توپول من دوستش دارم. الان میخوام پیش غذاشو بخونم براتون، شما هم یکم مثل من حال کنین. سوپ مخصوص مهران. سوپ مخصوص مهران. بله خب من نشنیدم اینو. احتمالاً یک سوپ خیلی پرحجم باید باشه، یعنی دیگه توی ظرف انقدی نیست، برای هر کدوممون توی تاغاره، توی تاغار به ما سوپ میده مهران. خب دیگه من آخه اینو دارین دست من چه نظری بدم؟ سوپ مخصوص مهران که دیگه خیلی شب اولم تموم شد و شب دوم باید بریم خونه آقای مهران غفوریان. شب اول که به ما خیلی خوش گذشت. با امیر حسین که خیلی وقت دوستیم ولی با بچه‌ها خیلی آشنایی نداشتم. شب اول آشنا شدیم. فکر می‌کنم که از دو جهت شب دوم خیلی بیشتر خوش بگذره. یکی اینکه با بچه‌ها بیشتر آشنا شدیم، یکی هم اینکه مهران غفوریان اصلا یه تصور کلاً شادی ازش هست دیگه. نه خب پیش غذا سوپ مخصوص مهران، فکر کنم از همینجا شروع شد دیگه. سوپ مخصوص مهران یعنی چی؟ مثلا چی میتونه باشه؟ منوی غذای مهران غفوریان. پیش غذا سوپ مخصوص مهران. درسته میبینم یه سوپ مخصوص مهران نمیشه. سوپ پیش غذا سوپ مخصوص مهران.
نمیدونم اگه شما فهمیدین یعنی چی. منم فهمیدم. سوپ همه نوعش خوشمزه است. منم همه نوعشو دوست دارم ولی سوپ مهران رو من نمیدونم. یا توش چیزی شبیه مهران مثلا قلمبه قلمبه است نمیدونم. یا البته مهران غفوریان هر چیزی قابل پیش بینیه و من کوچولو امشب بعد خودم آماده بکنم که اتفاقات پیش بینی نشده ممکنه بیفته. این از در واقع منوی که دست ما داده اعلام جنگ رو شروع کرده. بعد هم یک گاردی داشته باشیم. مهران همیشه برای آدم یک غافلگیری داره. از اینجا شروع شد پیش غذا سوپ مخصوص مهران. طبیعتاً هیچ نظری ندارم ولی حالا گوشت رو همونجور که میبینین به این حالت گذاشتمش اینجا. اونجا هم هست یکی دوربینه اونجاست. بله من گوشت رو میشورم میذارمش تو این آبکش. اینا تعبیه شده. این آبکش ها هست همینجا دیگه. در مورد آبکشه نمیخوام توضیح بدم. ببین ما ببین بیا گوشت گوساله است. من گوشت گوساله استفاده میکنم برای ماهیچه برای این غذا به خاطر اینکه گوشت گوساله موقعی که پخته میشه شکل و ریختش همون شکل و ریختی هستش که ما الان میبینیم یا نزدیک بمون. ولی ماهیچه گوسفندی رو وقتی میپزین کوچیک میشه یه خورده از ریخت میفته. برای همون من از گوساله استفاده میکنم. خب ببینید در ادامه همون تخت کارمونو اگه خیلی عجله داشتیم مثل من که الان دارم مهمونام میاد دیگه آب نمیکشیم این وریش میکنیم. اون بر پیاز خورد کنم این برش دارم گوش خورد میکنم. ببینیم اینجا من میخوام دقت کنین شگرد چاقو رو یعنی خودتون دقت کنین چقدر یارو وارده. فقط اگه موقعی بچه ها دستکش یه ذره اومد زیر زندونشون اون دیگه ما به خاطر پاکیزگی اومدیم استفاده کردیم. میام عادی. ببینید ماهیچه گوساله اینجوری سرخه خیلی سرخه. مال گوسفندم همینجوری خیلی سرخ. خب ببینید من میخوام سوپمو آماده کنم همونطور که الان نشونتون میدم. ببینید من جو پرک شده رو توی آب گذاشتم خیس بخوره. اینا این جو پرک شده است. بعد میذارمش روی گاز. زیر گاز رو روشن میکنم. خب گاز روشن کردم. فقط بچهای عزیز دقت کنن همین الان که این برنامه رو میبینن این تفنگ نیست عزیزم. این مامان گذاشته تو آشپزخونه باش گاز روشن کنه. هی دنبال هم میکنین اینجوری. این تفنگ نیست. بعد گفتیم آموزشی هم باشه برنامه بچه. خب من قارچ سوپم رو خورد میکنم. قارچ رو از وسط به دو نصف میکنیم اینجوری. یعنی من این کارو میکنم. حالا بعضی ها سلیقه شون یه جوری دیگه است. فرم قارچ میخوان تغییر بکنه. این دیگه سلیقه های مختلفه دیگه. یعنی همین سلیقه من رو پیاده کنین منم راضی ترم اگه خواستین درست کنین. البته یعنی اینجوری میکنم. همین دستگری یه خورده برنامه قبلی که بودیم یه خورده به نظر من سخت پسنده. یه خورده باید مراقب حمید باشم. چیز به کامبیز خیلی ردیفه. خوشش میاد از هر غذایی. یعنی اینکه با ما خیلی رفیقه مثلا. حالا اینجوری بود. چیز امیر حسین خیلی بچه مبادی آدابیه. خیلی بچه خوبیه. یعنی اینکه موقعی که ما اونجا بودیم خیلی هی میگفتش که ببخشید. راست هم میگفت. یه خورده شرایطش سخت بود. بعد یه خورده گرفتاری کاری زیاد بود. یه خورده عقب مونده بود از کارش و اینا. و بعد یه خورده هم نگران غذاش بود. هی میگفتش ببخشید که من نمیتونم به شما برسم. کرفس تازه گرفتم واسه یه سوپم. خب جو که ریختم هم خورد حسابی قوام اومد. بعدش یه ذره آب مرغ ریختم توش. آب مرغ رو واقعیتش داشتم از قبل. آب مرغ رو بعد یه ذره هویج ریختم توش. بعد آخر آخرم شیر می‌ریزم. حالا کرفس رو میخوام خورد کنم. کرفس رو خیلی ساده خیلی ریز. بعد کرفس هم باید انقدر تف انقدر چیز بشه انقدر باید توش بپزه که حل بشه. ببینیم کرفس یه حالت چیز داره لاغر کننده داره. یعنی که کرفس کلن
بیف. حتی این رو خدمتون بگم که کفش رو همه رو شستم. بیزم فلان اینا رو تو قابلمه. پیکو تک میان بعدی سالم و مقصی محصوری از تک ماکارون. غذای اصلی غذای اصلی مخصوص مهران غفوریان مخصوص مثلا آدم یاد مثلا پیتزای نمیدونم مخصوص مهران غفوریان نمیدونم واقعا نمیدونم چه نظری بدم و غذای اصلی مخصوص مهران غفوریان هر چیزی میتونه باشه هر چیزی میتونه باشه ولی قطعا میشه پیش بینی کرد که خوشمزه است. خود مهران بچه خوشمزه ایه، بچه بانمکیه، بچه خوشغذاییه و قطعا جلوی مهموناش هم غذای خوب میذاره. حالا که دیگه اسم غذاش هم گذاشته مهران غفوریان که دیگه دو برابر خوشمزه خواهد بود. ولی کماکان اون هیجانه رو دارم که ببینیم که چه اتفاقاتی امشب میفته. غذای اصلی مهران غفوریان یه سر عجب غریبه منوش، ولی غذای اصلی مهران فهم کنم برای 4 نفر زیاده. مگه چند نفری مثلا؟ غذای اصلی ایشون غذای مهران غفوریانه. خب این تیکه منو یکم خوشحال کرد، چون قطعا باید توی سالن برج میلاد برگزار شه. وقتی که غذای مهران غفوریانه باید حجم خیلی زیادی داشته باشه اون سالن که غذای مهران غفوریان اونجا سرو بشه. خب اینم من نمیتونم نظری بدم. خیلی آدمه یک طوری یک کاری یک چیزی گفته که هیچی نشه گفت. غذام که داره تو آشپزخونه فعلا میپزه. میرسیم سر دسر مخصوص غفوریان. من توی منوم زدم دسر مخصوص غفوریان. خیلی دسر ساده ایه. من یه چند تا میوه که حاضر کردم، موز، پرتقال و موز و پرتقال و سیب، این ستا رو مخلوط میکنم. درست میشه همون سالاد میوه، یا نمیدونم آره دیگه همون سالاد میوه میشه. فکر نمیکردم واقعا هنر پیشه بشم و یا مثلا برم تو کار هنر، ولی از یه زمانی به بعد دیگه واقعا نتونستم که درسای معمولی رو ادامه بدم. یعنی مثلا نمیتونستم دیگه تجربی بخونم. دیگه از اونجا به بعدش رفتم درس پدرم بردم منو هنرستان تجسمی ثبت نام کرد، اونجا ادامه دادم. پرتقالا رو پوست گرفتم زیر گذاشتم، زیر ظرف هم گذاشتم، بعد سیبو خورد کردم اینجوری ریختم روش. سیب میتونه خیلی هم خورد بشه، مثلا این پوره بشه، ولی خب حالا من خیلی دیگه خوردش نمیکنم. مادرم مامانمه و خاطره پدرم برام خیلی عزیزه. پوستش نباشه بهتره اینجوری. خوب من 14 سال کاراته کار کردم، سبک کیوکوشین، دانه یک ژاپن دارم و دانه 4 ایران. عضو هیئت رئیسه کیوکوشین تزوکای ایرانم هستم. خب میوه بعدی که توی این سالاد میوه‌ام دارم موزه. موزو از وسط اینجوری نصف می‌کنم من. اینجوری صدایم که میشنوین صدای زودپزه. فس اون صدایی که میاد اون صدای زودپزه.
داره گوش توش میپزه. من دانشگاه نقاشی خوندم، به نقاشی آمد. هنرپیشه ایرانی رضا عطاران، آقای پرویز پرستویی، مهران مدیری هم دوست دارم، خانم هدیه تهرانی هم بازیشون دوست دارم، امین حیایی رو دوست دارم، رضا گلزار رو دوست دارم و بهرام رادان. البته رضا و بهرام و امین رو باشون دوست هستم. من میوه‌ام همونطور که میبینین آماده کردم، بعد روشم موز ریختم. ژله‌ام هم آماده است. طرز تهیه ژله هم که میدونین، یه لیوان آب جوش، یه لیوان آب سرد، ژله هم که قاطیش میکنه. حالا من ژله رو میزم روی اینا، خیلی شیک. من از بچگی عاشق آقای اکبر عبدی بودم و خیلی دوستش داشتم. واقعا یه زمانی آرزو بود برای من که از نزدیک ببینمش. افتخار دادن ایشون توی کار زیر آسمان شهر بازی کردن برای من. این یکی از افتخارات بزرگ من. اساتید سینما ایران هیچ وقت فراموش نمیشن یا اینکه عوض نمیشن. اساتید سینمای ایران همیشه همونایی بودن که هستن و تا آخرش هم همون هست. من خیلی دوست داشتم با آقای اکبر عبدی بازی کنم و به آرزومم رسیدم. دیگه با کی دوست داشتم بازی کنم؟ بازم با آقای اکبر عبدی خیلی دوست داشتم بازی کنم که یه فیلم کار کردیم به اسم جابجا. تو اون فیلمم خیلی دوست داشتم با آقای اکبر عبدی بازی کنم. فکر میکردم اگه با کدوم بازیگر بازی کنم خوب بازی میکنم، با آقای اکبر عبدی، و همونم شد. چه فیلم رو با چه بازیگری دوست دارم که بازی با اکبر عبدی؟ آقای اکبر عبدی رو من خیلی دوست دارم. این تا استوب سوال کنی همینه. ببینید جله دوم هم دارم میریزم. دسرم مخصوص غفوریان. آقا من فهم کنم که دوباره یه استرسی به من غالب شد با این وضعیت. فهم کنم که آقا شایسته باید یه آمبولانس چیزی همراهشون بیارن، بخواد این که خدا میدونه که این غذا اصلش چیه. ببینیم چی میشه دیگه. فکر کنم خیلی خوش بگذره. با ما باشین. بعدش اینجا مثلا سرد نیستا، فکر کنی فقط شلوغی و دوده، همونه، فقط شلوغی و دوده، اصلا سرد نیست. این صدای من داره میلرزه، مشکل از منه. دسر مخصوص مهران غفوریان. به خدا دیگه انقدر غفوریانو نیستم، حالا گفتم دوستش دارم ولی دیگه انقدرم نه، دیگه بار خورده بهش، دیگه همه رو غفوریان خورده. دسرش هم که بله دیگه، اونم قطعا طبق همین استایلی که انتخاب کرده. دسرش هم نوشته مخصوص مهران، مخصوص غفوریان. این دیگه مهران نداره، غذا مخصوص مهران و غفوریان، دسر مخصوص غفوریان. شاید مثلا این نمیدونم یه غفوریان دیگه مثلا عموشه، برادرشه، نمیدونم، چون مهرانشو برداشته. ولی به هر حال نظر فنی نمیشه روی منو داد، فقط میتونم از خدا بخوام که امشب رو به خیر و خوشی بگذرونه و ما این غفوریان ها رو ستار پشت سر هم بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی میفته. همیشه با نمک مهران. دمش گرم. سالاد شیرازی دارم درست میکنم، کنار غذا بخورن کیف کنم. پیاز میخواد، گوجه میخواد، خیار که پوست کندم، شروع میکنیم خرد کردن. هر چقدر سالاد شیرازی ریستر خورد بشه خوشمزه تره. اینجوری من دارم این کارو میکنم. خب اگه قرار بود شغل دولتی داشته باشم، رئیس پلیس کلا از چیش خوشم میاد؟ تو ونگش.
نه و این کلن ایجاد امنیت، ایجاد فرهنگ دوستی، ایجاد موقعیتی راحت در اوج امنیت، هم امنیت مالی، هم امنیت جانی، هم امنیت اخلاقی برای مردم رو دوست دارم، یعنی ایجاد اون رو دوست دارم در بهترین، در بالاترین وضعیت و بالاترین کلاسش. خب من شیوید رو ریختم تو برنج، یه ذره به همش میزنم. الان برنج رو باید آبکش کنم اینجوری، خیلی ساده. این آبکشه، اینم برنج. بعد اینجوری اینجوریش بابا، من چون مهمونام دارم میان، باید یه خورده گازشو بگیرم. خب این مایچمه، ببین این مایچمه، ببین این سوپمه، هویجم ریختم توش، قارچم که خورد کردم ریختم توش، حالا باید شیرشو بریزم. بابا اینا غذا میخورن کیف میکنن، امتیاز چیه؟ یه شب سیر راحت میرن خونه. همین که شیرو میریزم همم میزنم، خیلی آروم. من یه مشکل بزرگی که دارم خودم اینه که خیلی موقع رو درواسی دارم. خب اینا اصلا دوست ندارم تو خودم، نگفتن رو خیلی خوب بلد نیستم، اینو دوست ندارم تو خودم. بعدش هم که بیشتر دوست دارم تو جمع خانواده‌ام باشم، پیش مامانم، پیش کسایی که دوستشون دارم. خصوصیت خوبم اینه که اگر یکی رو دوست داشته باشم تو زندگی، همه چی واسش میذارم. خیلی خوشحالم از اینکه یکی رو دوست دارم، مثلا اینجوری چه میدونم، اسمش عشق، علاقه است، ابراز عشق. اینا بهم انرژی میده، یعنی من موقعی که واقعا یکی رو توی زندگیم دوست دارم و اون هم منو دوست داره، این رابطه متقابله، باور کن که توی کار کمدیم خیلی بهتر ظاهر میشم. اینو یه نصف قاشق مربا خوری میشه. این چی خوریه؟ این جدی چی خوریه؟ آخه قاشقی نمیم چی خوری. میریزم اینجوری رو بیام. البته چیتی نیست، چشم بلبلیه دیگه. نه کی میپرسن، چشم بلبلیه دیگه. آره اینا چشم بلبلی حساب میشه اینا. خب اینا همجوری. من پدرم سال 83 فوت کرد، بعد یه مادر خیلی خوب دارم، خیلی دوستش دارم، اون که عاشق ماست، ما به پای اون نمیرسیم. مادر یه جوری دوست داره بچه‌شو که اصلا واقعا بچه نمیفهمه یعنی چی، واقعا من نمیفهمم یعنی چی. و احتمالا خودمونم بچه دار بشیم همینجوری میشه. در مورد داداشم بگم، من داداشم خیلی دوست دارم. و یه آلبوم مهدی تو کارش خیلی جدیه داداشم، یه هم میبینیم 24 ساعت داره کار میکنه، یعنی شب و روز تو استدیوه و داره آهنگ میسازه و وقتی یه تعهدی داره رو تعهدش خیلی شدیدن هست. بعد مهدی یه آلبومی کار کرده برای من که انشالله دوست داریم که امسال بیاد به بازار. یه آلبوم خوندم. من میخوام مثل همه ساده زندگی کنم، چادر موندنم و هر جا خواستم بزنم. تو این دریا نمیخوام نهنگ کوری باشم، پشت این درهای سفت قاسم کنکوری باشم. ایوه قاسم آقا، آقا قاسم، آقای اقبالی جان، صاحب ماشینه اومده دنبال ماشینش. کدوم ماشین؟ اینم زعفرونه که آماده کردم بر روی پلو که آخرش میریزم. زعفرون میدون که شادابی میاره.
امیرحسین رستمی که نیازی نداره، کامبیز هم همینطور نمیدونم، ولی همشون شاداب میشه. عزیزان لوبیا چیتیو خیلی خوب، خیلی خوب. اینم تموم، اینو بذارم دم بکشه، میرم لباسم رو عوض میکنم. المان تافی میوه مغزدار، محصولات دراژه، تحت لیسانس ترولی آلمان. سلام علیکم. قربونت برم آقا، میران تشریف دارم. فرد داخل دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. بچی خوب؟ قربونت دارم. امیر حسین بگو کیو دعوت کردم. کی؟ شمپن. چی میگی؟ بجیب تو. بعد قضاست میران، اون قضا هواپیمان هم نمیخوره. بابا پلو شیرازی دوست داره. بفرد. خیلی خوش اومدید. زحمت کشتی امیر حسین؟ زحمت داریم میدیم. خواهش میکنم. بشی معلومه خدمتتون. به اینا دست نزن لطفی. تو بقیه بچه ها بیان. آره آره. خوب بودم. خوب چطورم؟ خوبی. خیلی خوشحالم. من شما من روسی رستمی میام الان. دست در نکنه. آقا زحمت کشید. سنگین نخورزن. خوب بودم. یو کیو دعوت کردم؟ کیستی برگ. دروغ میگی. جون تو. نداریم راحت ما. آره گفتش که اصلا هست شمید از کریم میام. بسی فقط امیر حسین. شکر. عاشقتم چطوری؟ آقا من اینو ببرم. آقا زحمت من اینو ببرم هواشو داشته باش میذارم تنظیم. همین اون ور دست خاکشه بگیر این ور من گرفتم. این ور کشیدی؟ آره اون ور. خیلی لوکرده. خیلی خوشم. سلامت شما. سلامت شما. لوکرده. آقا خدمت شما. قربونت برم. مرسی لطف کردی. سلام. کامبیز. من هر چی اسمش دارم. خب. به رابرت دنیرو آدرسو بدم. نرفته اسمس نرفت. کی؟ رابرت دنیرو. نه. بذار برسیم الان. من سر کارو میدم. خوشی خاموشه سر هواپیما. بشینه رو فرودگاه دلیوری میگیره. بچه ها پذیرش اعتماد نداشتیم، از تیم تو ترسیدم. آره ممنون میشد. ترسیدم از تیم تو. بچه ها پذیرایش میشد. چه لباس شادی واقعا. امشب عرشی ها نیست، من راحت میتونم خواهش میکنم هر سمتی که میخوام قرار بگیرم. امیر حسین تو دو تا بچه داری نه؟ من یه دونه دارم. چرا دو تا؟ نه بابا دو تا داری. عکسی دو تا بچه بود رو پیشخونه. ایران بچه‌ها موقعی که به دنیا میان همینطوری تغییر میکنه قیافه‌هاشون. فهمیدی؟ مثلا نوزادیشون با دو سه سالگی فرق داره، سه سالگی با هفت سالگی فرق. اون دوتا عکسه دوتا مقطع مختلفه بعد پسرت بود. بعد چیزه چند سالشه؟ هشت سال، کلاس سوم دیگه. هشت سال چه سومه؟ سوم دبستان. سوم اگه نه سال نیست؟ عرشی ها هشت سال میمشه. کامیز واقعا میرم من داشتم منو رو میخوندم چیز جالب دیدم. خب بگو توضیح بده. غذای اصلی رو نوشته بودی که مهران غفوریان. همون رو میگه بوش میاد نمیاد. ببینم برای چهار نفر زیاد نیست؟ مهران غفوریان. عروسی که نی. مگه نمیگی دو بدن اینا داد دارم. میگه میگه مهران غفوریان واسه چهار نفر زیاد نیست. سه نفر. آخه اونا غذاشون فرق میکنه بابا. شما فنه که مثل ما نی. آقا چای باز هم میدارین؟ چای باز. ممنون نمیرسم. اون ده خوب عالی بود. خوشمون. دارچین دوست داشتین تو چایی یا برای من خواستم بگم حالا چه با مزه بود چه
آره؟ باره یه دفعه خستگی در کنه نه چی خاصیته؟ یه چیز خوبیه خلاصه. یکی از خاصیتاش اینه که نه دارچین یکی از خاصیتاش اینه که زعفرون چات میکنه. چه رفتی داره؟ نمیدونم دارچین چون نمیدونستم. آقا تو خیابون گاندی با داداشم بودم. داشتم همجی ریخته بودن سرم و یه چند تا بچه و بزرگ و اینا کاغذ و خودکار اینا امضا بده امضا فلان آقای غفوری ها فلان یهودیام غیب شدن به خدا یهودیام جدی یهو کف کردن اولین بار تو زندگی میدم ای رفتن بعد نگاه کردم شمپن اون ور داره میره توی چیز اومده بود شمپن ایران داشت میرفت توی کافی شاپ آره اومده بود ایران منم دویدم اون ور شمپن چون آقایی آقا از خودکار هم که داشتید انگلیسی هم نمیرسم چی بگم آقای چون من یه امضا نمیم چی میشه پلیز می وان وان مای چی؟ دیگه آی مای آره تو برنامه تلویزیون شما کدوم بخششو بیشتر از همه دوست داری؟ مثلا اونجایی که تو هستی؟ نه نکرده به خدا من میشم باور کن با ولع میشم نگاه میکنم نه قربت برم اصلا چیزشو نه کلی میخوام بگم مثلا به الان که کلی شبکه داریم نمایش شبکه پویان شبکه بازار فلان علاقتون به کدوم شبکه است؟ تو مثلا چی دوست داری؟ من شبکه 3 خب بعد چیاشو نگاه میکنی بیشتر؟ فقط فوتبال فقط فوتبال؟ از وقتا سریال نیست چیزی که یعنی اینقدر فوتبال دوست داری؟ آره. فوتبال خارجی نه؟ فوتبال خارجی ایرانی فرق نمی کنه خب کدوم تیم دوست داری تو خارجی ها؟ تو خارجی ها رئال مادرید خب آقا تو تلویزیون چی نگاه میکنی؟ جدی کامیت تو جواب بده نه تو بگو بابا مسلمانه نیست بستگی به حال حس و حال اون موقع دیگه آدم موقعی که غذا میخوره من اخبارا رو همه نگاه میکنم ای دمت گرم اخبار یک روب ورزشی شبکه 3 رو حتما هر روز نگاه میکنم من 23 عاشقشم تو ماشین هم حتی نگاه میکنم اون اخبار ورزشی خب من ببین من روانی اخبارم یعنی هر چی اخباری تو تلویزیون نگاه میکنم تا مثلا مثلا چه تکرارش هم بعضی شهردار گواتمالا کی شده اینا رو همه رو میدونم آخه اخبار آدم چیز میکنه دیگه اصلا به حال داره دیگه آخه اخبار همش اینه فلان هواپیما سقوط کرد فلان قطار تصادف کرد این اتفاقا افتاده که میگن دیگه بعد همه جای دنیا داره ویران میشه نابود داره خب آدم همش چیز میشه تو میگی میخبر و خوشخبری خب تو حتما اخبار یه جای دیگر رو نگاه میکنی اخبار حوادث که سقوط نمیکنه حوادث رو داری نگاه میکنی خب خیلی باحاله خیلی کم پیش میاد مثلا اخبار داخلی رو که خیلی دوست دارم خب اتفاقاتی که داخل میفته مثلا اتفاقی تو مجلس میفته فرای من خیلی دوست دارم راست میگی؟ اوه خیلی چرا؟ دوست دارم پیگیری میکنم دلار چند بود امروز؟ دلار امروز چند؟ چه جوری بود؟ نمیدونم من با دلار خیلی کار ندارم به به خدمت شما سوپ غذایی به چی بود سوپ مهران؟ سوپ مهران غفوریان آره سوپ مهران خدمت شما ثانکیو بله سوپ جوه بعد شیرم باتیش داره بله بفهم ولی مهران درست کرد ولی مهران درست کرد سوپ مهران مخصوص مهران آقا چرا ما ایرانی ها عادت داریم آخر غذا میگیم الهی شکر اولش نمیگیم من خیالم راحت شد اعتماد نداریم سیر میشیم یا نه ولی خب الهی امید عادت اشتباهی یعنی خود درست کردی؟ سند داره مدرک داره آره کلی فیلم گرفتن چطور مگه؟ چون خیلی خوبه خدایی؟ امیر حسین تا این لحظه تو جلوتر شک نداره دنده های مرغ و خب دنده ها اتوماتی دنده بود با گردن و ایناشو جوشوندم و اینا با پیاز خب نسبت هاشو که میگن سگ میدم نه آخه باید آخه سوپ باید با استخونای در از مرغ باشه و اینا میدونی مثلا با گردن دیدین درست میکنه مثلا مادرم اینا اینجوری درست میکنه همچنین نوخورم نیست همچنین گذاشته اینجا دیشب میخواست گیر بده
دیشب آقا شب من نبود، مگه تو طبیعت چند درصد آدم ها چپ دستن؟ میگن 2%. بعد از یه میز 4 نفره 3 نفر چپ دست بودیم. میشه چند درصد؟ میشه فکر کنم 90%. چی ولش 90%؟ آره دیگه 75%. آره 75%. چی خوندی؟ آره 14 راست میگه 75. چی خوندی دبیرستان؟ تجربی. شما؟ من الکترونیک. دبیرستان من فوتوسنتز. هنرستان بودی شما؟ فوتوسنتز. بیوگرافی خوندم. بیوگرافی. برای بچه ها غذا نگه داشتی؟ برای رابط دنیرو شامپن. آره دوتا غذا گذاشتم کنم. شاید بیان خوب نیست بشه. فون. آقا یه سوال، شم چرا روشن میکنم؟ شم چرا روشن میکنم سر میزه؟ سیسته دیگه این؟ آره آفرین سیستش دیگه تریپ، ما میگیم تریپ. آره شما کجوم شهر نایسش میکنه؟ شما نایس میگه، این میگه سیست، ما میگیم تریپ. شما چی میگه؟ ما چیز به خصوص نمیگیم. خب پس دراماتیک بگو که تو همه چیزی بگیم. ما میگیم شم روشن مثلا بهتر شم خواهد فهم کنم وقتی نوره مثلا. آره دیگه ما دنبال فلسفهش بودی؟ فلسفه نداره ولی بیشتر راست میگه تیپ عشقی و ایناست. من گل روز گذاشتم، گل روز دراماتیکه. چی معنیش چیه؟ عشق دیگه. نه آره آفرین. این شعله آبیه که وابستگی مستقیم داره به شمع قرمز. اگه این قرمز نباشه اون شعله آبی هم هیچ وقت نفعل. من دقیقاً یعنی فلسفه‌اش اینه. حتما باید این قرمز باشه که اون آبی. آره دیگه باید بسوزه و بسازه. آفرین. اسکار کامپس اولین چیزی مجبوره که اینجوری باشه. شما 11 اون دقیقه کردین؟ ولی همین راست کردین غذا دو بار اولی. دهن من باز نکن. یعنی دو بار اولی. اسکار کامپس دیر بود. یاد میشه دو بار. راست میگی. ممنون نمیدونم دست و دست. میشه جون. بچه‌ها میرم غذا رو بیارم. کمک بیام کمک اشکال داره کمک نه من نه میارم بذار نه میبرم بذار میارم نه آقا میام 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 اینا که شون گوش نمیدن مهمون باید حرف گوش کنه بشین بسم الله الرحمن الرحیم تو نشستی برای بود خدمت شهر به به خدمت شما هم دارم این پلوش چیه؟ پلوش رازی از بشینه نه توی فکر دیگه بودم آخه پلو شیرازی، سالات شیرازی مهران شیرازی این شما؟ ما نه بفهم بچه شروع کنیم معلوم اصلا امکان نداره بدون شما اگه گلوی ما پایین نمیره خب شروع کنیم یک چیزش واقعا حقیقت داره حجمش ابعادش من تو زندگی من قد نتونستم همه غذا انقدی بخورم ها داستان نعنا چیه؟ دیشب تو هر چی آوردی چایی هم آوردی نعنا توش بود نه گیش نیست بوده نه نعنا بود نعنا فقط تو موخیتو بود و دیگه همون نه دیشب تو نعنایی بودی تو سوپ چی بود تو؟ سوپ گیش نیست بود ولی تو نعنا میدید بیشتر حس نعنا میدادی بیالا این گفتی انگوره نه ببین الان فهمیدم که الان 10 دقیقه فهمیدم که این گوجای نرسیده است این چقدر تفاوت بچا بفهم بسم الله خب ببین دسرت هر چی باشه من دمو گرفتی جدی میگی به خدا جدی میگی بله چیکار داری میکنی مرام ها چیکار داری میکنی دارم آب میکنم نه دیگه آب میکنی؟ گفتم بین غذا صحبت نکنی این داره اسمس میده نه 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 دارم آب به رابط دنجا آب آب میکنی یعنی اینو میدی بالا؟ نه ببینه کن ستاره 733 مربع میگیری خب بعد کال میزنی میبینی چی میشه ببین چی میشه خب بعد تو آب کردی گذاشتی کنار که چی شد در توضیح بده زن موجودی مو بگیرم موجودی بان؟ اصلا احوال میران نه آب جدی میگم یه سری خدمات داره آب بشی خدا میتونی نگاه کنی اینا آقا یه چیزی بپرس چرا ننمشی پولو شیرازی چرا نمشی مهران غفوریا ببین به حال کرده نه جدی دوست داشتم بفهمی چی ولی اون منتقل شد اون اتفاق افتاد آره که بدون چیه آره آره خب خدا رو شکر بقیه از اون دوست داشته باشین خوبه حالا خارج از مسابقه دوست داشته باشی عالی
آقا یه چیز غیر جالب بگم. تو من یه غیر جالب هم بگم. چکرتا آقا قضیه شایعه یه بدبختی بود که من توی سالهای اخیر خیلی کشیدم، یعنی که بحث شایعه من بیچاره کرد. یعنی من خیلی شایعه داشتم، شرم زمانی که میشناسیم. بله. بعد به اسم این مجلش هم چیز بود فکر کنم، حالا دیگه تلاش اصلا دیگه هفته نامه تلاش بود. تلاش. من هفته یه بار پیش شرم زمانی بودم داشتم تکذیب میکردم. هفته یه بار شرم اینو تکذیب کنیم، شرم زن خودش زنگ میزد مهران اونو تکذیب کنیم. مهران این یارو قضیه تیراندازیه چیه؟ بودم من خونم گوخر نمیشن زندانی تیراندازی گرفتن. تیراندازی ما اونم دوش سکته میکرد دو شمال مجله. آره بعد میدونی مثلا من تو هجرم هم زدن یک کارو این کردن مهران غفوریان در اینترنت ناپدید شد. نمیدونم یعنی چی آخه تو اینترنت گم شد. مهران آدم های موفق نمیشه شایعه در موردش میدید. ببین من مثلا یه سال کار نکنم سه سال شایعه دارم، میدونی؟ مثلا نمیدونی یعنی الان کار میکنی فقط برای اینکه شایعه نداشته باشه. ببین شایعه تو شایعه بعد بهترین شایعه که در مورد خود شنیدی چی بود؟ اینکه متعدد 64 دیو متعدد چند؟ خیلی به حال داد. 64 دروغ میگه. آره میگه 64 دروغ میگه، من 54. تو چی کامیز؟ من شایع خوب نشیدم، یعنی زیاد شایع نشدم ولی شایع بد زیاد. یه شایع آره یه شایع خب بگو. یه ماه پیش بود من چون یه گیریمی داشتم یه ماه پیش سر یه کاری ابروهامو با سیبیلمو روشن کرده بودم، دکودوره کرده بودم. بعد شبیه چیز شده بودم، یعنی گیریمی که نصف کار بود تو حالت عادی چون جلو دوربین میبینن تکمیلش میکردن و بچه ها کار در واقع کار تکمیلی میکردن تو حالت عادی شبیه اینایی که شیمی درمانی میشن ابروهاشون میدیزه و فلان اون شکلی شده. بعد چاپ کرده. بعد یه روز آره یه روز صبح خواب باشتم دیدم دوستام از باور کنین از آمریکا بگیر بیا تا کار اینجا سه چهار روز بسرم که چی شده فلان، شایدیم که تو داری دیالیز میشی و احتیاج به کلیه داری و بیمارستان بستری و چیکار کردی کلیه رو؟ نگرش داشتم دیگه. ستاره کبیر. از دل این کویر هر روز هزاران فرش به جهان صادر میشه. این فرش 65 رج دستباف تبریز نیست ولی کاملا شبیه. این شاهکار کویر، محصولی از ستاره کویر. ببین اینو جدی میگم، رو شلوارک بچه این شورت پایی ها خب. به جون خودم. ببین به خدا تو فرودگاه خب سر زیر آسان شهر بودیم، پیرنشو زد بالا گفت آخوی قبولی ها ببینید عکس حمید لولایی بود با این شماغش میذارم تو مخت دارم زیبش شلوارشو کشید پایین عکس منم بود. به خدا به خدا این دستگاه دارم بعد من گوش درش میارم روش امضا بگیرم خانم تو رو خدا رو کاغذ از من امضا بگیر اینم بکش بالا. خیلی نامرزن. من گوش خواهی ملامین رو دیده بودم، عکس مهران و حمید لولایی رو روش شورت بچه؟ نه روی ملامین دیده بودم غذای برای زرفت بچه. ببین ما رو همه چی مثلا نکن من جایزه تو پفک مثلا پفک رو میخوری توش عکس من بود دونه شده در میومد مثلا یک جای. بعد من زنگ زدم یه جا شکایت کنم از رو جعبه یه کارخونه بود تو تبریز. خب گفتم آقا من مهران غفوری هستم میخوام با رئیس کارخونه حرف بزنم. گفت کارخونه چی؟ گفتم که ببین کارخونه ببین یارو اصلا نتونستیم زبون همون بفهمیم یعنی اصلا نشد ارتباط. گفتم من همونی هم که من همون میسی هم که عکسشو رو جلدشون میزنیم. من همونم من خودشم چی هم که عکسشو دارم جواب بده و جواب نداد مهران غفوریان که گفتم بابا سالاده خونه ها خیلی خوب بود. ببینم مهران تو میخوندی یه زمانی نه؟ آواز؟ نه بابا چرا؟ شنیدم میخوند داره نه بخون
بخون یه ذره. نه آقا من نمیخوندم ازم میخوندم. خواهش میکنم. من یه من نمیشه. خب دارم میخونی. گذشته ها گذشته تموم قصه ها حبش بود. دوست داشتم تو در دوست. آره من تو خیلی اصرار کردی. بگم خیلی اصرار باید بکنی. نه برای اون بشتم برای تو حبش بود. ماشالله ماشالله ولی برای من چرا تا به این نگاه بکنی؟ نفس بود به ما هم نگاه به خاطر زادیه دوربینه. آه واسه امیرزا نمیخونه. نه به خاطر زادیه دوربینه. به خاطر زادیه دوربینه. بخون از آن کاش که میخبر ولش کن ولش کن ولش کن نداشت بذار بخونه دیگه. دیوونه یه نگاتم بقیهش دکتر نمیرم. نه این قسمت هاست تو رو خدا دیگه با اون لذ بگو. یه موشکا که نمیخیست کاش میخبر نداشتی کنسرت دیوونه یه نگاتم یه مشت خاک ناچیز افتاده ای به زیر پاتم. اون بالا شو بخونم بعد از صدا در صداهای قلبم کاش که قمر نداشتی تا وقت جون دادن صاف با هاتم. ماشالله اومدم با اینکه واقعا شاید فالش خوندم شاید دیدی ما میخندیم صدای 30 نفر خنده میاد. من نمیدونم چرا ما 4 تا میخندیم بعد بعد یه طوری هم بعد بازی کنیم ما 4 نفریم هیچ کس اینجا نیست نخندید دیگه. تو چیز توی یکی این مجله ها توی یکی از این مجله های زر خوندم که تصمیم از شما آلبوم هفته آینده اما فقط تصمیم ما عالیه. تو داره ما تصمیم نمیگیریم سه سالی آلبوم میدیم اونایی که اون عقبه خونک میشه از این چیزا دیگه. خب میدونیم سالی مثلا 500 تا خواننده میاد بیرون فقط 3 تاشو مردم میرن میگیرن 10 تاشو میگیرن و تو مجله تو تبلیغ بود نوشته تصمیم از تو هفته دیگه آلبوم از ما. جدی میگی؟ ببین توی وادی هنر تنها جاییه که بچه نمیخوریم من جمع کنم یا شوش پارتی و این چیزا نه نه کمک نمیخوریم به درد نمیخوره تصمیم و مردم میگیرن. بله به خاطر همین هیچ چیزی اتفاقی نیست. حالا شانس و اینا میگم دخیله ولی 90% نگاه خدا و انتخاب مردم همون شانس هست دیگه. یعنی نگاه خدا و انتخاب مردم میگم خواننده من دویش هستم 4 تا 5 تا آلبوم داده بابا نمیخوان نباید اسمشو بذاری شانس باید بگی یا خدا دوستش داشت. خود حمید یه دونه شعر داره دیگه نمیشه که بشه. بچه ها ببخشید یه توضیح در مورد این برنجا بدن. خیلی خوش خب. اینا رو ما نخوردیم الان چیکار میکنیم؟ ما یه سری مهمون دیگه داریم صبح. خب نه جدی بذار بگم یه سری مهمون دیگه داریم صبح میان لب این بالکونه میشینن از این سر تا این سر بعد برای اونا میذارم اونا همین الان مثلا روزیشون الان آماده شد دیگه دست شما درگیم. آره بعد اینقدر هم با حالن کف در گنجش ممنون. خب ببین بذار قطعه مهمون های صبح برای چی میبدی؟ نه 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 آره مرسی آقا عالی بچه ها میریم برای دسر بعدش هم بچه من یه سورپرایز دارم یه سورپرایز سر دسر دارم. به به من یه آبم اینجا بخورم منم الان میام. بچه دسره بفرما. بله بله بچه قبل از دسره اتفاق نیست. خب بذار آقا هر کدوم یکی باز این چی نوشته؟ نوشته تو نه تو یکی دیگه برمان شو روزه. آره این اینو میتونم بخونم یا اینجا این دامان دامان نمیدونم. خب آقا هر کدوم باز آسا 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 برم این نوشته خودش خودش این درسته این مال منه
کا داماد کیه؟ داماد نوشته نمیدونم این مال شما حمیده دیگه. آقا کادوهاتون تازه داماده. نه خب کادوهاتون هر کی باز کنیم ببینیم کدوم کادو کیه. کادوی من دادم به شما بعد باز کنیم. کما نمیدونم باز کن. اونم حمیده هم داماد هم میدونم کما میشه. کما آلبوم تو کما میده. آلبوم این کماه. آره بده بش آلبوم تو کما مال اون راست میگی؟ آره خودش شو ندیم بذار من خودم سو باید ایوان ایوان ناشمن چی تو داری؟ ببینم مال خواهی تو رو بگیم بایی 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 قد خوبه ندیم سرا مال عالیه بچین منو بچه قابل شما نداشت بچه تره قدیه منه میران یه شبه می تره قدیه حالا دیگه من نکشتم دادم که دوستام کشت صداقت رو ببینیم خودم نکشیدم میران دسر چیه؟ میران چی چیه تو بود دسر؟ ببینیم بچه دسر چیزه دسر مخصوص غفوریان اسمش نه اونه که میدونیم یه خونه میوز که تو هم درست کرده بودی با ژله این روش هم مربای این پرتقال چیزا هست کوچولو. آها پرتقال کوچولو. آره من این سورپرایز دارم برای تو خوبه لکنیم بعد چیزه این میاد اینجا میشینه میخونه کی؟ تو سرخالم اه آره اسم شروینه که میاد الان اینجاست شروین توی مهتاب یه شب تابستون دستای سرد تو توی دستم گذشتیم با هم از آن کوچه شعر کوچه رو میخوندی توی گوشم توی گوش من یه صدا بود یه صدای آشنا هنوزم عاشقت هستم با
هنوزم دوست دارم، هنوزم دوست دارم، هنوزم دوست دارم. آقا ممنون. دست تن نکنه برای خیلی خوش، یعنی واقعا خوشمزه بود، یعنی ببخشید دیشب خوشمزه بود، امشب که خیلی بود، یعنی اصلا قرنتون من کیف کردیم. چاکرتونم بچه، ببخشید من بالاخره حالا خارج از چیز، خارج از مسابقه هم باید یه پذیرای خوبی ازتون میکردم، نشد، اگر نشد ببخشید. عالی بود همه چیز. کادوهاتون رو ببرین. من فقط یه سوال کوچولو بکنم. بفرمایید. میرم واقعا حالا آشپزی میکنی همیشه؟ چون من واقعا آشپزی نمیکنم. نه همیشه آشپزی نمیکنم. ولی آشپزی کردم. برای این برنامه یاد گرفتم. یعنی تو هم اولین بارت بود اینه من؟ باره. نه. نه اولین بارم نبود. ولی غذا رو اولین بار بود درست کرده بودی؟ نه اینو چند بار درست کردم. تو چه برای واقعا اون اولین بار بود درست کردم غذایی کنین. واقعی که خواستین امتیاز بدین فکر کنین خواهر خودتونه، برادر خودتونه، چه میدونم، فکر کنین خانواده درجه یکه، فکر کنین آدم فکر کنین خواهرش غذا پخته، برادرش. آره اونجوری گفتم که احساساتی شد. آره دستتون در بود، تحت تاثیر گرفتی. آره خب بچه ها، خب بچه ها دیگه نمیاد. دیگه واقعا دیگه نه چند حالی بید. برای پاک کردن کثیفی ها لازم نیست وقت زیادی رو صرف کنید. با جرم‌زدای اتک به راحتی به جنگ کثیفی ها برین و تمیزی رو حس کنید. حفاظت و تمیزی بیشتر با محصولات اتک. جرم زدای تک، فقط اتک. صادقانه بگم تصورم این بود که خب حالا میگم با یه چیزی روبرو هستیم که رفع تکلیف داره میشه، ولی اصلا غافلگیر شدم، چون از در واقع همون استارت ماجرا به بسم الله به قول معروف همه چی حرفه‌ای درست اتفاق افتاده بود و مخصوصا غذای اصلیش که حالا بعدا ما فهمیدیم پرده برداری شد و فهمیدیم که پلو شیرازی اسمش، من متاسف شدم که چرا بچه زود کات دادم، من نتونستم تمام غذا بخورم، چون باز گفتم توی پلانایی که مربوط به اون تایم بود گفتم که من عادت دارم آروم آروم غذا میخورم، ولی بچه ها هیچکی توجه به این قضیه نکرد و بیرحمانه کات دادن و بیرحمانه غذا رو جمع کردن از جلومون. هنوز چشم دنبالشه، مزه چیز دندونمه. راجب مهران چند تا مسئله است که خود مهران انقدر دوست داشتنیه که حتی اگه ایرادی داشته باشه که هیچ وقت حالا نداشته آدم نمیتونه ببینه. و مهران و من تقریبا 16 ساله که میشناسم از دانشکده، از دورانی که با هم هم دانشکده بودیم و همیشه بمب انرژی بوده و به من انرژی خوب داده. ولی یه واقعیتی رو اگه بخوام بگم، قبل از اینکه امشب بیام اینجا با توجه به شناختی که از کاراکتر خود مهران دارم که به شدت طنازه و یه جایی آدم میترسه که ریاکشن بهش بده، نمیدونه داره شوخی میکنه یا داره جدی میگه، و با توجه به منوی که جلوی ما گذاشته بود و خوندیم که منوی کاملا خاص و عجیب غریبی بود که سوپ مهران، نمیدونم مهران غفوریان و مخصوص مهران. خب امشب شب بی نظیر بود، ما با منوی که مهران بهمون داده بود که همون اولش سورپرایز شدیم، بیش غذای مهران. عجیب بود برامون که ببینیم حالا این بیش غذا چیه. پیش غذا عالی بود، غذای مهران غفوریان عالی بود و دسرش هم مهران غفوریان مخصوص اونم عالی بود.
خب من فقط تو یه جمله میتونم بگم که خیلی خوش گذشت. معمولاً من خودم که اینجوری هم زیاد یه برنامه این چنینی و خیلی واقعاً دنبال این نیستم که کیفیت مثلا غذا چطوره بوده. به هر حال امشب و دیشب سه هنرمند دیگه که در کنار من بودن در صنف ما نبودن، در عرصه سینما فعالیت میکردن، ولی خیلی خوش گذشت. خیلی آدم های خونگرم بودن. امروز هم امشب در واقع پیش غذا غذای اصلی و دسر بسیار خوب بود و فقط میتونم تأسف بخورم که تو این دفترچه که جلوی منه 10 برگ بیشتر نیست. متاسفم مهران غفوریان و مجبورم که 10 رو بدشون بدم. امیدوارم که رو سکوی اول ببینمت. من بین این امتیازایی که به من دادن آخرش این عدد است. خب مهران جون ببخشید، واقعا من آخرش این عدد، من دوست داشتم بیشتر از این عدد بدم. من 10 رو میدم بهت. من نمره 10 رو میدم. شب قراره بریم خونه حمید عسکری. به به، حمید راتاتوی. خب تو ارتفاع 1000 پایی هستیم. خب برای نوشیدنی من میخوام لیموناد درست کنم. این دیوونه امیر حسین شرط میدم. گفتم خودت پیش گفتم تو به تو والا پیش غذاش نمیشم چی بود. خب الان چون که خیلی طول میکشه که با دندونه ریز رنده کنم، چشمام داره آب میاد. اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه. اون بخش آخرش که اگه نمره داشته باشه باید بهش 100 داد. چه شب خوبیه، شبی که تو مثل من قدرشو میدونی. به همین آسونی چشا میشه بارونی. خوش گذشت مهمونی، شبی سفره خالی از نون، نمک زندگی اینه، شبایی مهمون نوازی، دل تو یه سرزمینه. هر کی با روی خوش تو سر این سفره میشینه، میمونه زیر لبم شب طعم عشقی که شیرینه. شبی سفره خالی از نون، نمک